الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. باز هم خوشحال استیم، الله جل جلاله را سپاسگزاریم از اینکه در خدمتتان قرار گرفتیم و سلسله درس های زن در آینه اسلام. امیدواریم که الله تبارک و تعالی همه گناهانمان را مورد عفو و بخشش قرار بدهد و قلم عفو و بخشش خیش را بر روی گناهانمان بکشد و در روز قیامت نامه اعمالمان را به دست راستمان عنایت بفرماید. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما قهرمانی های زنان در تاریخ اسلام هست یا در تاریخ بشریت. ببینید این قشر عظیم و بزرگ و این مخلوق عظیم خداوند چه قهرمانی های را در طول تاریخ بشریت انجام دادن و چی دست آورد های مادی و معنوی داشتن و چی رشادت ها، فداکاری ها، جانبازی ها، از خودگذشتگی های در تاریخ بشریت به ارمغان آوردن. یقینا موضوع بسیار مهم و با ارزشی هست. اگر نگاهی بیندازید در تاریخ بشریت، اونجاست که شما قهرمانی ها و رشادت ها و فداکاری های این قشر عظیم در میابید. به جایی میرسد که الله تبارک و تعالی به عنوان الگو و نمونه برای مردان قرار میدهد اینها را. مگه اگر مؤمن میخواهد الگو بگیرد، پند بگیرد، میخواهد به عنوان یک سرمشق زندگی به خود انتخاب کند، نگاه با این زن قهرمان بیندازد. به جایی میرسد که الله تبارک و تعالی از عفت و پاکی و طهارت اینها در قرآن مطرح میکند. به جایی میرسد قضیه که الله تبارک و تعالی از استقامت اینها به ما ارشاد میکند که چقدر فداکاری های از خودگذشتگی ها داشتن این زنها در تاریخ بشریت. اگر در طول تاریخ از اول خلقت انسان تا زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نگاهی بیندازید، در هر عرصه از تاریخ و در زمان هر یکی از انبیای الهی قهرمانی ها و فعالیت ها و کارهای انجام دادن. اگر نگاهی در تاریخ بیندازید، مثل که ما در درس گذشته در درس زن در کنار انبیا بسیار از امور اینها را مورد بررسی قرار دادیم، از لاولای قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. بحث امروز را آغاز از زندگی یک شیرزن در تاریخ اسلام، شجاعترین زن در تاریخ بشریت، قهرمانترین زن در تاریخ بشریت شروع بکنیم که الله تبارک و تعالی چی می فرماید در موردش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر. صدق الله العظيم. چقدر زیبا الگو و نمونه است.
الله مثال زده برای مؤمنان به عنوان الگو و نمونه و عنوان اسوه حسنه، نه تنها برای مردان، برای زن و مرد مسلمان. زندگی و سرنوشت حضرت آسیه را الله تبارک و تعالی بیان میکند. آسیه کیست؟ زنی است که در بهترین شرایط زندگی میکرد. زنی است که از تعداد خدمتگزاران برخوردار بود. زنی است که صاحب زر و زیورات بیش از حد. زنی است که در بهترین کاخ زندگی میکند. زنی است که شوهرش به عنوان بزرگترین فرد قدرتمند زمان خودش هست. ولی چنین زنی برخوردش را ببینید. زمانی که موسی علیه السلام و رسالت مبعوث می شوند، مثل که در درس گذشته هم تذکر دادیم که یک نقش آسیه در برابر موسی حفاظت موسی بود، رشد موسی بود. آسیه باعث شد نگذاشت که فرعون موسی را از بین ببرد. وقت موسی علیه السلام بر رسالت مبعوث می شود، همین آسیه بزرگ، همین شیرزن تاریخ، همین شجاعترین و قهرمانترین زن در تاریخ بشریت اعلان ایمان می کند. با موسی ایمان می آورد، پیامبر بر حق الهی. تا آن زمان هنوز مؤمن نیست، ولی وقت فرعون خبر می شود از قضیه ایمان آسیه با موسی، ازش سوال میکند آسیه چی کم بود داری؟ اگر از نظر خرج و مصرف ببینید بهترین غذا را امروز استفاده میکنی، اگر از نظر لباس ظاهری ببینید بهترین لباس در خدمت تو است، اگر از نظر زیورات ببینید بهترین زر و زیورات امروز در خدمت تو است. این آسیه نمونه برای خواهران امروزی است که به خاطر یک جور گوشواره طلا زندگیشان را در هم و بر هم میکنند، به خاطر یک جور کالا و یک جور لباس حیاتشان را نابود میکنند. نگاهی بیندازید در تاریخ این زن. فرعون سوال میکند، هیچ چیزی کم بود نداری، چرا با موسی ایمان آوردی؟ چرا من فرعون را قبول نمیکنی؟ چون فرعون ادعای خدایی داشت، میگفت من غیر از خود دیگه الهی را نمیشناسم، اصلا خدایی وجود نداره غیر از من، العیاذ بالله. حتی به جای رسیده بود که خودش را خدای بزرگ جلوه میداد. انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگم، نه تنها خدای کوچک، خدای کلان. ولی همسر این، کسی که در آغوش این فرعون هست، نور ایمان از داخل خانه فرعون حرکت میکند، روشنایی ایمان از داخل خانه فرعون روشن میشود، چراغ ایمان. هر قدر برای آسیه پیشنهاد میکند، اینجا مهم است. جای الگو گرفتن اینجاست خواهران عزیزم، مادران عزیزم، برادران عزیزم. اگر زر و زیورات پیشنهاد میکند، آسیه رد میکند. اگر خانه و ساختمان پیشنهاد میکند، میگه بهترین قصر برات میسازم در هر جایی که خودت انتخاب میکنی، آسیه رد میکند. اگر از خدمتگار پیشنهاد میکند، هر چیزی کم بود داری بگو تا در خدمتت حاضر بکنم، ولی آسیه رد میکند. میگه نه، چیزی که من میخواهم او ایمان و الله ربی و ربکم، او ایمان با پروردگار موتوست. من ایمان با خالقم را با هیچ چیز معادل نمیکنم. الله الله، چقدر امروز زنان وجود دارن که عزت و شرافت و حیثیت و کرامت و شخصیتشان را با پول فروختن، با زر و زیورات فروختن، زندگی را متمرکز کردن با لباس و زر و زیورات و خانه و نظم و نظام و دکوراسیون خانه و با اینها. ولی فرعون زن است که میگه ایمان را هرگز معادل نمی کنم با پول و زر و زیورات و خانه و قدرت. شاید همه چیز را امروز داری ولی فردا فنا میشه. من چیزی را انتخاب میکنم که او فنا شدنی نیست. من ایمان آوردم با رب موسی و هارون، هر چیزی از دستت برمیای انجام بده. وقتی فرعون ناامید میشود از تمام پیشنهادها، این قضایا امروز خیلی وجود دارد. چقدر امروز برای زن مسلمان پول پیشنهاد میشود تا عفت و شخصیتش را زیر پا بگذارد؟ چقدر امروز دشمن تلاش میکند، برنامه ریزی میکند،
همه اسباب و ابزار و وسائل را در خدمت اینها قرار میداد، از طریق سریال های مختلف، از طریق شعار های مختلف، یک روز به نام شعار دموکراسی، روزی دیگر به نام شعار حقوق زن، روزی دیگر به نام شعار فلان و فلان. از چقدر طریق ها کوشش میکند تا خواهران را اغوا بکند و اینها را گمراه بسازد. ولی نگاه بکنید با زندگی این شیرزن، با زندگی آسیه، وقتی فرعون همه چیز را پیشنهاد میکند و آسیه دست رد میزند بر اون، هرگز میگه قبول نمیکنم، من ایمانم را که با الله دارم با هیچ چیزی معادل نمیکنم، فقط ما انتقاض هرچی از دستت میای انجام بدی. اونجاست که فرعون با شدیدترین عذاب، با سختترین حالت میخواهد آسیه را به قتل برساند. وقتی که از ایمان و آسیه برگشت آسیه از ایمان ناامید میشود، میخواهد که آسیه را به قتل برساند. ولی این زن عزیز، این زن پاکدامن، این زن با شجاع، این زن دلیر که در تاریخ بشریت بی‌نظیر هست، این زن است که در برابر بزرگترین جبار تاریخ استادگی کرد، این زن هست که در برابر کسی که نعره انا ربکم الاعلا سر میداد، این زن در برابرش سینه را سپر میکند و استاد میشود، میگه تو خدا نیستی، تو هیچ غلطی کرده نمیتوانی، الله کسی است که قدیر است، قدرت تو با ابزار هست، با وسائل هست، قدرتت موقت هست، ثروتت موقت هست، با اینها مغرور نشو. الله، این یک زن هست. آیا بشریت امروز این شجاعت و قهرمانی را نادیده میگیرد؟ هیچ مرد جرأت توان و مبارزه را در برابر استادن با فرعون به جز انبیای الهی نداشت. حتی زمانی میشد که موسی علیه السلام وقت الله برش میگفت برو با فرعون دعوت بکن، میگفت یا الله میترسم. خدا میگفت موسی برو با هارون، من الله با شما هم میبینم شما را، من الله ازت حمایت میکنم. ولی این زن بدون کدام ترس و وحشت در برابر فرعون استاد میشه، میگه هرگز حاضر نیم از ایمانم برگردم، قطعا بریم قابل قبول نیست که تو را به عنوان خدا قبول بکنم، به اون ذاتی با این همه بزرگی را فراموش بکنم. دست رد میزند بر همه زر و زیورات و تلاجات و ساختمان و خانه و خدمتگار و قدرت و همه چیز. جاست که فرعون میخواد ایره به از اشد مجازات و قتل برسند. در اسنایی که آهنها را داغ میکردن، میخواستن بر پیکر مبارک و نازنین آسیه فرو بکنن، جاست که آسیه دست به دعا بلند میکند پیش از مجازات فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، وقتی که گفت آسیه رب ابنی لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يا رب يا رب بری آسیه در جوار رحمت خود، در بهشت خود کلوه بساز. آسیه از قصر و ثروت و دارایی و ابزار و وسائل فرعون میگذرد، رب ابنی لی عندك بیتا فی الجنه، در بهشت بریم خانه ایر بساز یا الله، من از همه چیز میگذرم، از همه چیزی که سبب جدایی من از تو بشود یا الله، سبب فاصله بین ما و توی خدای من بشود میگذرم، در بهشت در جوار رحمت خود بریم خانه بساز. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، مرا از شر فرعون و عملی زی نجات بده یا رب، و مرا از شر قوم ظالم و ستمگر نجات بده پیش از این که او را مجازات کنن. جان به جان آفرین تسلیم می کند. چند چیزی که در این داستان مورد دقت هست، دید هست، یکی شجاعت آسیه هست. یک زن با این همه شجاعت، با این همه قوت، نیرو و توان، جرأت، فرعونی که قرآن میگه مردم رو میگرفت، لو قطعن ایدیهم و ارجلهم من خلاف ولو صلونهم فی جذوع النخل،
اونها را با درخت های خرما آویزان میکرد، یک روز دست او را قطع میکرد، روز دیگر پای او را قطع میکرد، با سختترین حالت انسانها را میکشت. ولی در برابر چنین فردی قیام یک زن، استادگی یک زن قابل بررسی است، قابل دقت است. این شجاعت و قهرمانی قابل افتخار هست. این از چه کسی سر زده؟ این افتخار را زن انجام داده. در طول تاریخ بشر فرعونی که تمام قرآن را بخوانید که الله تبارک و تعالی از او چی میگوید؟ چقدر انسان سرکش، ظالم، خودخواه، مغرور، متکبر، ولی در برابر این یک زن قیام میکند و حرکت میکند. این جرأت قابل قبول هست، قابل افتخار هست. دومین چیزی که قابل بررسی است و قابل فکر است در داستان آسیه، کنار گذاشتن دنیاست، از دنیا دل کندن است، که امروز متاسفانه عده کثیری از زنان مسلمان گمراه میشوند به خاطر همین قضیه هست. خاطر پول هست، به خاطر پول است که بی‌حجابی میکند، به خاطر پول است که خود با 17 قلم آرایش میکند و در دفتر حاضر میشود، به خاطر پول است که خود مثل یک کالای بازرگانی دیگران به سرش مال خود و فروش میرسانند، اعلان بازرگانی جور میکند، تو باید برقصی تا دیگران پولش سرمایش به فروش برسانند. به خاطر پول هست، به خاطر کسب شهرت است که عزت و عفت و شخصیت و حیثیت و وقار و مجد و بزرگی مادری را زیر پا میگذاری. این قابل قبول هست؟ هرگز قابل قبول نیست. این داستان آسیه و این نکته را اگر دقت بکنید، همه چیز برایش فراهم است، هیچ کمبودی ندارد، ولی دست رد میزند روی همه، میگه من الله را میخواهم، چون وقت الله با توست همه چیز از تو است. اگر تمام بشریت از ات راضی باشند، خدا ناراض باشد، ناموفقی. و اگر تمام بشریت از ات ناراض باشند، خدا از ات راضی باشد، تو کامیابی. مشکلی که امروز ما داریم همین است. اکثریت گناه ها و نافرمانی های ما، اگر بی حجابی است، بی بندوباری است، اگر رقص است، موسیقی است، اگر عیاشی است، در تمام ابعاد زندگیمان، در عروسی هایمان، در خوشی هایمان، حتی در مصیبتمان، همه همین است که میگن مردم چی میگن. یعنی به فکر رضایت مردمیم. ما از رضایت خالق میگریزیم، در حالی که الله، اگر الله از ما راضی باشد، مشکل ما حل است. مشکل اینجاست که خدا ناراض باشد. امروز حتی رضایت شیطان مد نظر گرفته می شود، ولی رضایت خدا نه. اگر بگید در عروسیت ساز سرود نبیار برادر عزیزم، اگر بگید در عروسیت میکس نکنید، مرد و زن مخلوط نکنید، حرام است، اگر بگید خواهر مسلمان حجابت مراعات کن، لباس درست منظم بپوش، تو با عزت هستی، تو گل هستی، نیاز به محافظ داری، تو طلا هستی، از طلا بالاتر، آیا دیده اید کسی طلا را بدون کدام محافظ، بدون کدام چیز در روی زمین انداخته باشد؟ هرگز. تو با ارزش هستی. یک مثال، دو تا چاکلیت اگر یکی پوستش بکنید روی زمین بیندازید، یکی دیگر با پوستش در زمین بیندازید، کدام یکی را انتخاب میکنید؟ اونی که پوش ندارد میکروب میگیرد، فاسد میشود. مثال حجاب به غیر حجاب همین است. اگر بگید چرا حجاب نمی کنید، میگه مردم چی میگن؟ میگن صوفی شده، ملا شده. باش مردم بگن. با آسیه میگفتن، همه کس اطرافیانش میگفتن دیوانه هست، بهترین ارگ، بهترین کاخ، بهترین ثروت، بهترین قدرت، همه چیز رها میکند به خاطر ایمان به خدای موسی و ایمان به رسالت موسی. باش برید بگن دیوانه هست، ولی تو در نزد الله هوشیار هستی. سوم چیزی که در این بحث قابل بررسی هست و قابل فکر است، استقامت این زن هست. حتی حاضر از جان بدهد ولی بر نمیگردد،
حاضر از جان بدهد ولی بر نمی گردد. چارم دعا کردنش هست. مشکل انسان همیش با دعا حل می شود. ادعونی استجب لکم، در همه حالات بالخصوص در حالی که انسان با بنبست روبرو می شود، وقت آسیه در حالتی قرار می گیرد که غیر از الله دیگه هیچ کسی به دردش نمی خورد، دست به دعا بلند می کند. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، دو چیز از الله می خواهد. میگه رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، پروردگار در بهشت خانه برایم بساز، از این کاخ و از این قصر فرعون بیزارم. دو و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و شر فرعون و عمل فرعون و شر ظالمین و ستمگران، مرا نجات بده. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، مرا نجات بده. شر این یک نمونه از قهرمانی زنان در تاریخ هست، یک نمونه از قهرمانی زنان در تاریخ بشر هست. زنی که قرآن او را به عنوان نمونه مثال زده الله، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا مثال زده برای مؤمنین، برای مؤمنان خواب رفته، برای مؤمنی که ایمانش را با پول می فروشد، برای مؤمنی که هر قدر به سرش ظلم میکند گوشش پایین انداخته، برای مؤمنی که امروز از جرأت و شجاعت چیزی در وجودش نیست، برایش الله مثال داده. افتا غیرت یک زن را مدی نظر بگیر، حالت یک زن را متوجه شو، ببین این زن چی کسی بود، ببین این زن چی افعالی را انجام داد. امروز در دنیا بیش از چقدر تعداد مسلمان ها زیاد هست، ولی سراغ ندارید مردی با این شجاعت. زن که بگذار به جایش که یک بار در برابر جبارین و مستکبرین استاد بشه و از آب رو و عزت و حیثیت و شخصیت و کرامت انسانیش دفاع بکنه، به یک بار در مقابل این بگه کارید اشتباه هست. آسیه نمونه استقامت، فداکاری، جرأت، شجاعت، غیرت، نمونه ایمان، اسوه ایمان، تقوا، خدا ترسی، نمونه دعا. در هر جا به بنبست خوردی با الله رابطت را برقرار کن. ادعونی استجب لکم، به شرط که استجب لله و لرسولی. دعا یک شرط داره در قرآن. الله میگه دعا کنید تا من بپذیرم، به شرط این که شما هم من را قبول بکنید. ادعونی استجب لکم، دعا کنید من الله قبول میکنم، به شرط که استجب لله و لرسوله، به شرط که شما هم استجابت خدا و رسول را بکنید. وقتی تو از محرمات خدا دوری نکنید، هر روز نافرمانی، گناه، معصیت، ظلم، بربریت، هیچ روز با خدا نگفته خدا، ولی در وقت پریشانی و ایزا مثل انسان ضر و دعانا لجنبی، وقتی با مشکل خوردی دستانت بلند میکنی یا الله و دعا میکنید، در همون حالتم خوب هست، دعا بکنید. امام ابن قیم جوزی رحمه الله میفرماین بیشتر مشکل امروزی بشر این است که از دعا فاصله گرفتن، از الله نخواستن. از این نمونه و اسوه دعا یاد بگیرید. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، اگر در حیاتت با مشقت روبروی بگو یا الله زندگی دنیا رو سپری میکنم، اگر با مشقت و مشکل هست، ولی در بهش در جوار رحمت خود بریم یک کلبه بساز. نصیب بگردان پروردگار، ما را از شر ظالمان و ستمگران نجات بده، ما را از شر ظالمان و ستمگران رها بساز. و فرعون نسبت به فرعونان امروزی خیلی شرافت داشت، اگر دقت بکنید چندین خوبی داشت نسبت به اینها. این است عزیزان من قهرمانی یک زن، یک نمونه. نمونه های بسیاری است، بی حد، بی شمار، ولی وقت از این بیشتر اجازه نمیدهد. امیدوارم دقت کرده باشید با قهرمانی و رشادت ها به فداکاری و این نمونه ای که خدا برای ما انتخاب کرده. تا درس آینده،
الله حافظ و ناصر همه ایتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.